خانم آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان عجبند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. پنجشنبه گذشته همیهنان گرامی، من در برنامه به بعضی از مشکلات مالی تلویزیون پارس اشاره کردم. در اون برنامه گفتم که هر کس یه امکاناتی داره و از امکاناتش باید در جهت مبارزه با فاسدترین حکومت‌های شاید تاریخ ایران عرض می‌کنم به میدان بیاد. یکی قادر از طریق قلمش با این رژیم مبارزه کنه، یکی از طریق هنرش، یکی از طریق بیان و گویندگی کردن، برنامه ساختن، و یه عده هم هستن که هیچ کدوم این کارا رو نمیتونن انجام بدن، ولی حداقل اونا هم باید در این مبارزه به یه نحوی شرکت کنن. این نمیشه همیهنان گرامی، یه عده بیان جانشون رو به خطر بندازن، تمام زندگیشون در هم بپیچه، ناراحتی برشون به وجود بیاد، بعد یه عده بشینن این برنامه ها رو نگاه کنن، هر جا میشه به به و چهچه بکنن، ولی کوچکترین قدمی بر نداره. این نمیشه، این امکان پذیر نیست. من به جای شجره بودم، باور کنید این بساط رو جمع میکردم، میرفتم سرمایه هم میذاشتم توی کار با منفعتی، درد سرم نداشته باشه. یا کسانی که رادیو دارن، رادیو سیاسی یا تلویزیون سیاسی، نه از این بزن و به کوپا، اونا که تکلیفشون معلومه، اونا کارشون اینه که در تهران دفتر داشته باشن، در دبی ساختمان‌های قلابی به مردم بفروشن، بعدم میلیون میلیون به جیب بزنن، اون یه چیزی دیگه است. ولی کسی که تلویزیون سیاسی داره یا رادیو سیاسی داره، باید پی این مثلا به تنش بماله که بسیاری از هنرمندان حتی نیان تو برنامه‌هاش، بشینن با برنامه سازاش کمک کنن. من بارها شده دلم میخواسته از هنرمندان استفاده کنم در برنامه‌ها، ولی به طور غیر مستقیم، نه همشون البته، نیومدن. من دلیلشو میدونم، اینی که آقا تو حرفای تون میزنی و سیاسی حرف میزنی. خیلی از کسایی که کاسبی دارن در این شهر، در این شهری که بنا به قولی 700 تا 800 هزار ایرانی، واقعا هم همینطوره. شما تو این خیابونای لس آنجلس که عبور میکنین، دست راستی و دست چپی و عقب سریتون و جلوتری جلویی همه پارسی حرف میزنن، همه ایرانی هم. فروشگاه ها میرید، توی نقاط مختلف میرید، ولی برای من حیرت آوره که به شما بگم در مسائلی مثل همین همیاری با تلویزیون پارس، اون قدری که ایرانیای مقیم اروپا کمک میکنن، کسانی که در اینجا هستن این کار رو نمیکنن. واقعا اینو بگم بهتون، ولی خدا نکنه من و همکاران من یا شجره یا اصولاً کادر فنی ما یا کادر اداری ما کوچکترین خطایی انجام بدن، فحش و ناسزا و توهین و اینا از طرف کسانی که یک قدم تا به حال برای مبارزه با این رژیم برنداشتن، که هیچی، میرن ایران، میان زوحیاتین. بعد هم اگه حرف بزنیم که آقا من میرم ایران، حقوق بازنشستگی ما میگیرم، خودم هم تو دردسر نمیخوام بندازم، اگرم توی کنسرتی یا توی یه برنامه تئاتر اینام بیان، به محض اینکه دوربینا روشن میشه همه اینجوری هست که نبادا کسی تصویر اینا رو بگیره، براشون دردسر ایجاد بشه. حتی تلفن میکنم، من تو برنامه رادیو این پرشن رادیو تلفن میکنم، دوتا دستمال میندازن، آقا صدای ما پخش میشه. آقا برای یک حکومتی مثل حکومت خونخاری مثل جمهوری اسلامی باید یه باهایی پرداخت دیگه، درسته؟
نمیشه ما بشینیم تو خونمون فقط انتقاد کنیم. اگه یک ذره این تصویر تلویزیون پارس این ور اون ور بشه، ده ها بار تلفن کنیم اعتراض کنیم آقا این چه رادیو تلویزیونیه که شما را انداختین، درشو ببندین، نمیدونم پول خرج کنین، پول خرج کنین، وسایل بهتری بخرین. اما اگه به اینا بگی آقا شما در این وسایل بهتری که قرار ما بخریم یا برپا بودن این تلویزیون چه قدمی برداشتید؟ هیچ. دوستان اینو من واقع از صمیم قلب میگم، برای این که بدونید که آیندگان در مورد ما چگونه قضاوت میکنن، قضاوتیست که ما در مورد گذشتگان میکنیم. بارها از خودمون میپرسیم آقا این ملت زمان فتلیشا، زمان قاجاری خواب بودن؟ چرا این همه فساد و داغون شدن مملکت ما رو نظاره کردن و هیچی نگفتن؟ چرا اون زمانی که در رژیم گذشته باید اعتراض میکردن و میگفتن که سانسور فیلم، سانسور کتاب و سانسور بسیاری از مسائل منتهی میشه به این که یک حکومت عقب افتاده متعجر بیاد که مردم حتی نشناسن اون مرده که آخوند خمینی کی هست؟ میگفتن امام هفت زبون میدونه، بعدا معلوم شد عربی هم نمیدونه. این عدم شناسایی از کجا سرچشمه گرفت؟ این ملتی که میلیون میلیون آمدن تو خیابونها به شادروان بختیار فحش دادن، بختیار نوکر بی اختیار، حالا همشون میندازن گردن گوادالوپ و نمیدونم هلموت شمیت و نمیدونم سران کشورهای ژیسکار و سران کشورهای کارتر و اینا. آیا به خودشون اومدن بپرسن که وجدانن این ایرانی ها نبودن میلیون میلیون تو خیابونای ایران تظاهرات میکردن، حالا همه زدن زیرش؟ خب حالا که اینطوری شده، پس برای این رژیمی که ما خودمون هممون عده زیاد 90%مون سهم داشتیم در این آوار بزرگ، این بختک بزرگ، خب باید سهمی ادا کنیم، باید بهایی بپردازیم. این که نمیشه که. من واقعا بعضی وقتا حالت جنون میگیرم، همه خون سرد نشستن از ما انتظار دارن. چرا من باید تمام پلهای پشت سرم خراب کنم یا همکاران دیگر من؟ عزیزترین موجودات زندگی ما تو ایران فوت کنن، بعد ما این بر بشینیم گریه کنیم ولی یه ده برن و بیان اینو تازه از ما طلبکار باشن؟ چرا هیچ بهایی هم نپردازن؟ من نه از شما طلبکارم، ولی واقعا انتقاد دارم، ایراد دارم. باید به این این تشکیلات کمک بشه، به رادیوهایی که در جهت خواستهای شما افشاگری میکنن باید کمک بشه. الان اگه یه آدمی بیاد اینجا صدای خوب داشته باشه، درخواست اسپانسر بکنه، ده ها مؤسسه اسپانسرش میشن. چند سال من آمدم در این تلویزیون و گفتم که آقا من چندرغاز از این تشکیلات پول میگیرم، برای من مهم نیست، با همونم میتونم زندگی کنم، ولی حداقل یکی بیاد اسپانسر برنامه من بشه، یه نفر، دو نفر، سه نفر. هیچ کس نمیشه، چون اونا که طرفدار من هستن پول ندارن و کسانی هم که اسپانسر میشن دنبال جریانی میرن که براشون پول بسازه. برنامه فرجی پول نمیسازه براشون. ولی واقعا برای من حیرت آور همین الان گیره. هر دفعه ما باید بیان بگیم آقا ما یه مقدار شکلات آوردیم یا چند تا کتاب داریم یا چند تا سی دی داریم، شما برای کمک به تلویزیون پارس این شکلات ها رو که قیمتش مثلا 10 دلاره 20 دلار بخرین، 10 دلارش برای خود شکلات، 10 دلار هم به خاطر پارس، تلویزیون پارس، یا کتاب، بیان شما این کتاب ها رو بخرین قیمتش انقدر، انقدر به تلویزیون پارس کمک بکنید.
هر چند وقت یه دفعه هی ما باید بیان بگیم آقا به چه دلیل شما باید کمک بکنید به تلویزیون پارس که یک تلویزیون سیاسیه. من واقعا بعضی وقتا کم میارم دیگه، چی باید بگم آخه؟ کم میارم که چی باید بگم آخه؟ چقدر بگم آقا این تلویزیون حداقل به تصدیق خود شما بسیار افشاگری کرده. بعدم اون جانوران طرفدار رژیم دیگه، به محض اینکه ما میگیم آقا میخوام همیاری بکنیم، رضا و اکبر و ابوالفضل و اینا، این جانورا میریزن خطاره اشغال میکنن. ولی اونا واقعا بیشعورن، مثل همون کسانی که رهبری رژیم رو دارن. اونا نمیدونه اگه به مردم بخوان کمک بکنن راهش رو پیدا میکنن. با اشغال کردن تلفن‌های ما امکان اینی که بتونن جلوی کمک‌های مردمی رو به ما بگیرن نیست. بله، زمانی که آقای حسن روحانی عمیانان گرامی با اون اهن و طلب و اون بازیایی که رژیم بلده سر انتخابات که میشه، این ملاها و روزخانها بسیار هوشیار میشن، بسیار هوشیارانه عمل میکنن. الان بحث من با دکتر دانش و پرویز قاضی سعید و اینا این بود که ما کسانی هستیم که نه سرمایه داریم و با تشتت آرا اومدیم داریم با رژیمی مبارزه میکنیم که همه چیز در اختیارشه، پول مثلا به مرحله‌ای که آدم نمیشه تصورشو بکنه. من خواهش میکنم اگه ممکنه امیر بگو یه نفر بیاد اینجا این تلفن‌ها رو هم جواب بده. این طوریه. اما اونایی که در اونجا هستن، گفتم همه امکانات مالی، همه امکانات اداری، همه وضعیتایی که میتونه، نگاه کنید الان بحثش رو خواهیم کرد، فرانسوی یا ایتالیا یا آلمانی پشت صف همه حمله کردن به ایران، برن قراردادهای نان و آبدار ببندن، نبادا عقب بیفتن. حالا ملت زیر شکنجه وحشیانه رژیم، من نمیدونم خطر مرگ جوانای ما رو تهدید میکنه، اینا همه شوخیه. برای غربیا مهم اینه که اون بازار ایران شکل بگیره، بازار 75 میلیونی، امکانات بسیار زیاد در ایران. من به شما قول میدم اگر شرکت‌های نفتی بیان در ایران و در استخراج نفت و گاز شرکت بکنن، ایران بیشتر از عربستان از نظر نفت و گاز از بیشتر از روسیه امکانات داره. هنوز مقدار متنابعی از کانهای نفتی و گازی ما کشف نشده. یک بازار 75 میلیونی مصرفی هم هست، مردم هوشیار و زنده که میخوان زندگی کنن. اینو بازیار آخوندا به یاد گرفتن. الان ببینید در مملکت رو باز کردن ریختن تو ایران، 100 تا شرکت فرانسوی 300 نفر نماینده هاشون فرستادن تهران. ببینید چه خبره. تازه آمریکایی گفتن هوشیارانه عمل کنید، ما تحریما رو بر نداشتیم. ببینید چه خبره، ببینید چه خبره. اتفاقا فیلمش هم داریم، سفر نمایندگان بیش از 100 شرکت فرانسوی به تهران. از امیر خواهش میکنم این فیلمشو برای شما پخش کنه. ببینید مسابقه گذاشتن حقوق بشر، اینا شوخیه در مورد این شرکت‌های اروپایی و غربی. نگاه کنید به این فیلم همینان گرام. بعد از وزرای خارجی دو کشور، امروز نوبت تجار ایران و فرانسه بود که همدیگر را در آغوش بگیرند. اما این نزدیکی ارزان به دست نیامده. امروز تهران میزبان بزرگترین هیئت تجاری اروپایی بود که در 10 سال اخیر به ایران پا گذاشته. مهمانان نمایندگان بعضی از بزرگترین شرکت‌های فرانسوی هستند، از شرکت نفت توتال گرفته تا پژو، رنو، ایرباس و آلستوم.
در اولین دیدار رئیس دفتر ریاست جمهوری ایران گفت فصل تازه‌ای شروع شده. محمد نهاوندیان گفت حضور هیئت فرانسوی آغاز یک مسابقه برای استفاده از فرصت‌های مغتنم اقتصاد ایران است. این سفر ادامه فاز دیپلماسی اقتصادی ایران است که رئیس جمهوری در داووس سوئیس کلید زد. به ایران سفر کنید و زمینه‌های وسیع همکاری‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و همکاری‌های امنیت‌ساز را خود مشاهده کنید. سه ماه پیش در حالی که همه طرف‌ها آماده امضای یک توافق هسته‌ای بودند، وزیر خارجه فرانسه با آن مخالفت کرد. موجی از انتقاد علیه لورن فابیوس در ایران به پا خواست، اما بعد از اینکه ایران شروط فرانسه را پذیرفت، در دور بعدی توافق نهایی شد. موضع فرانسه تو مذاکرات 5+1 روز نقش توتال در آینده پارس جنوبی تاثیر میذاره؟ تاثیر منفی نه. در فرانسه ما استنباطمون این نیست که اثر چیز منفی علیه ما کرده دامن. کریستوف دو مارژری مدیر توتال هم اولین مدیر نفتی بود که گفت شرکتش به ایران برخواهد گشت. آقای دو مارژری و همتایانش از کشورهای دیگر در داووس سوئیس با رئیس جمهوری ایران دیدار کردند. بر اساس توافق بعضی تحریم‌ها از جمله تحریم فروش قطعات خودرو و هواپیما به ایران به مدت 6 ماه معلق شده. عجیب نیست که خودروسازان فرانسوی از اولین شرکت‌هایی بودند که به بازار ایران برگشتند. پژو و رنو میگویند هر دو از تحریم‌ها ضرر کردند. طبق آمار اتاق بازرگانی تهران، صادرات فرانسه به ایران از تقریباً 2,700,000,000 دلار در 8 سال گذشته پارسال به 900 میلیون دلار رسید. اما حضور مجدد این شرکت‌ها در گرو برداشته شدن تحریم‌های بانکی است. حتی آنها که اجازه فروش دارند، مشکل دریافت پول برایشان باقی است. برای همین دو طرف گفتند در این سفر قرار نیست قراردادی به امضا برسد. ایران امیدوار است با تحریک اشتهای شرکت‌های غربی آنها بر دولت‌هایشان فشار بیاورند تا تحریم‌ها کامل برداشته شوند. امیر خب همینان گرامی، دوستانی که در اینجا به تلفن‌ها پاسخ میدن یه موضوع خیلی جالبی رو با من در میان گذاشتن. یه عده دوستان هستن که تلفن میکنن میگن که شما اگه این کارا رو بکنید موفق ترید. دوستان ما احتیاج به نصیحت نداریم الان در این شرایط. و اینی که چرا تلویزیون های دیگه نمیدونم قبلا اینطوری میکردن شما اینجوری، اگر میخواین کمک کنین تلفن کنین، اگه میخواین نصیحت کنین ایمیل بزنید برای من و نصیحت کنین تا دلتون میخواد. ما به اندازه کافی نصیحت کننده داریم همینان گرامی. منم قصدم این نیست که اینجا نمیدونم باعث ناراحتی شو. اگر دوست دارید، اگر دوست دارید یه تلویزیونی رو که سالهای متمادی است در جهت خواسته‌های شما قدم برداشته، این تلویزیون برقرار بمونه، تلفن بزنید اینجا بگید آقا من اینقدر به این تلویزیون میخوام کمک کنم. همین، تو رو به خدا نصیحت نکنید، چون این دوستان ما که اینجا نشستن به اندازه کافی از این نصیحت‌ها شنیدن. اگر شما میخواین تلفن کنید و کمک بکنید تلفن کنید، اگه میخواین نصیحت کنید برای من ایمیل بزنید، برای آقای شجره بزنید، به اینجا نمیدونم ساعت‌های غیر اداری تلفن بکنید یا نظرتون نامه بنویسید. اگه زنگ میزنید و میخواید کمکی بکنید به تلویزیون پارس تا این تلویزیون برقرار باشه و این برنامه‌هاشو با آگاهی شما برسونه، یه پلی باشه بین مردم ایران و مردم ایرانی در خارج از کشور، تلفن بزنید و کمک بکنید به این تلویزیون. همین. حالا آقای حسن روحانی گفته که رئیس جمهور ایران گفته تنها علی خامنه ای رو پرچمدار جمهوری اسلامی میدونه و وجود پرچم‌های دیگر در این نظام نه عقلی است و نه شرعی. آقای حسن روحانی با این حرفهاش تمام عقاید و نظریاتشو گفته. گفته ما هر قدمی که برداشتیم تحت نظارت مقام معظم رهبری بود. بارها گفت. آقای جواد ظریف هم گفته. الانم گفته. گفته من
فقط زیر پرچم مقام معظم رهبری حرکت میکنم، چون اونو هم شرعی میدونم هم عقلی. بنابراین اون دوستانی که آمدن تو خیابون و حالت ترقص به خودشون گرفتن و رقصیدن و بشکن زدن و موسوی موسوی رأی تو پس گرفتیم، حالا برن رأی خودشونو پس بگیرن، چون این خبرها نبود. از زمانی که این آقای روحانی اومده تعداد اعدام ها دو برابر شده، فساد همچنان هست منتها تغییر شکل داده. برای چی؟ برای اینکه وقتی که ما از فساد صحبت میکنیم گردن احمدی نژاد میندازیم این فساد و یا دیگران یا بابک زنجانی یا شهرام جزائری و از این حرفا، باید به یه مسئله توجه بکنیم. مگس در کجا پرورش پیدا میکنه؟ در جاهای آلوده. این دزدها، این چپاولگران در جایی نشو و نما میکنن که آمادگی داره، اونم خود این رژیمه. حالا حسن روحانی بیاد، احمدی نژاد بیاد، نمیدونم خود آقا امام زمان بیاد، به قول اینا تغییری در این رژیم پیش نمیاد. رأس این رژیم تا اون بدنه که گردانندگان به اصطلاح دولت مردان هستن فاسدن. اینا رو باید درست کرد همینان گرامی. تا اینا درست نشن، یعنی کل رژیم، سرتاپای این رژیم، هر نهادی که در این رژیم هست و اصولا خود رژیم باید بره تا مردم ایران حق انتخاب واقعی داشته باشه. آقای روحانی گفته در جمهوری اسلامی ایران تنها یک پرچم و یک پرچم دار وجود دارد و آن مقام معظم رهبری است. رئیس دولت 11 گفته همه باید تحت لوای این پرچم حرکت کنند. احمدی نژاد هم همینه میگفت، منتها باز احمدی نژاد با همه حماقتاش حرفای میزد، بعضی وقتا جالبتر از این بود. روحانی با این وجود در بخش دیگری از سخنان خود گفته که دولت وی در بر اصل نقد و سلیقه های مختلف در جامعه پا می فشارد. آقای روحانی، آقای سعید راد یه هنرپیش است، هفته گذشته همین 3 قبل در فستیوال یا جشنواره فجر یا زجر آمد تعریف کرد از بهروز وثوقی و شادروان فردین، گفت اینا از کسانی بودن که صنعت سینما رو در مملکت ما برایش زحمت کشیدن. چنون حملاتی کردید شما به سعید راد، همین اعوان و انصار شما، که آقای سعید راد آمده گفته آقا معذرت میخوام، من احساساتی شدم این حرفا رو زدم، اگه شما رو ناراحت کردم، یعنی این روزخانه رو، ببخشید منو، من قصدی نداشتم، حرفای منم مربوط به جشنواره فجر نیست. آخه چون وقتی این حرفو زده تمام کسانی که در سالن بودن دست زدن و بلند شدن وادارش کردن معذرت بخواد، که آقا من قصدی نداشتم از آقای وثوقی فردین دفاع. شما فکر کنید از 2 هنرپیشه که تو مملکت خاک خوردن این تعریف کرده. فقط آقا میگه که ما بر اصل نقادی در مملکت پا میفشاریم، نمیخواد کارهای سیاسی رو پا فشاری کنه، همین کارها هنری شو. شما حتی عرضه نداری جلو اون دوروبریاتو بگیری که یکی که میاد از فردین رو نمیدونم وثوقی تعریف میکنه فحش ندن بهش. نمونه محمد نوریزاد، ببینی چیکارش کردن، چنو چلوندنش، خودش و خانوادش رو ممنوع الخروج کردن. گفته آقا من از جانم گذشتم، برای من فرق نمی کنه بکشنم یا نه. بعدم آقای روحانی گفتن به مناسبت هفته انقلاب رفتن در مزار آقای خمینی، بعد گفتن هیچ کس با روز ملی خود قهر نکرده و نمی کنن. و من از همه مردم، از هر اندیشه، فکر و سلیقه و تفکر سیاسی دعوت میکنم روز 22 بهمن در کنار هم باشیم، دهه فجر جشن پایان سلطنت، استبداد و استقرار، استقلال واقعی
و حکومت ملی و مردمی است. این روز روز جشن حاکمیت مردم و سرنوشت خود. آقای روحانی واقعا خجالت نمی کشی شما این حرفا رو میزنی؟ حاکمیت مردم، این مردمی که اومدن گفتن آقا رأی ما کو، چنون بلایی سرشون تو خیابونای تهران آوردید، زنا و دخترای ما رو چنون زدید که تمام جهان شاهد این تبهش این اراذل اوباش شما بودن، حالا حاکمیت مردم میگی؟ استقلال واقعی، این استقلال بود برای ما آوردید؟ دریوزگی پیش غربیا، این استقلال بود؟ کاش که ما مستعمره بودیم، حداقل از مزایای مستعمره بودن استفاده میکردیم. یک مش اراذل اوباش آوردید حاکم کردید بر سرنوشت میهن ما، بعد به این میگین استقلال؟ گوش کنید تو رو به خدا، ترهات یک سردار سپاه رو به قول همون مردک کلوچل احمدی نژاد، برادران قاچاقچی، ببینید چی گفته. حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه ادعا کرده جمهوری اسلامی توان نظامی فوق‌العاده‌ای برای ویرانگری و تخریب منافع قدرت‌های بزرگ در هر سطحی را دارد. آقای جواد ظریف یه حرف خیلی جالبی زد، حرف ظریفی زد همیانانی گرامی، گفت آقا شماها با این هارت و پورتاتون 4 تا موشک آمریکا میتونه تمام این چیزای تدافعی شما رو به هم بریزه. بعد چه حملات که چون میدونست اینا کی هست، میدونست این سرداران نامحترم قاچاقچی سپاه همه هارت و پورت میکنه همونطور که زمان خمینی میکردن. و بعد دیدیم که 5 سال پشت مرزای عراق وایستادن نتونستن یه قدم برن تو. بعد همین آمریکا رو که میگن ببر کاغذیه، یه هفته اومد صدام انداخت، یه هفته. حالا دوباره رجزخانی، گوش کنید، این فرمانده سپاه اضافه کرده ما نمیتوانیم دامنه قدرتمان را بیان کنیم، جز اسرار ماست، اما ما میتوانیم مقداری از آن را بیان کنیم تا دشمن خیال باطل نکنه. مقداری از قدرتتونه بگین چیه؟ سلامی اظهار داشته ما هیچ مرز جغرافیایی برای به خطر انداختن منافع کسانی که با زبان تهدید یا تحقیر با ملت ما صحبت میکنن نمیشناسیم و دامنه برخورد را به هیچ مرزی محدود نخواهیم کرد. آقای سلامی شما اگر قدرت داشتید اینقدر عربده کشی نمیکردید. قدرت داشتن رجزخانی نمیخواد. شما 35 سال رجز خوندید ولی قصدتون در حقیقت نه آمریکا نه غربی هاست، چون سابقه شو داریم از شما که همیشه زانو میزنید. شما میخواید مردم رو بترسونید، قصد شما ترسوندن مردم ایرانه. بله، این جناب سردار سلامی نگاه کن، میگه ما مرز جغرافیایی نمیشناسیم، یعنی اگر فردا آمریکا به ایران حمله کنه ما به عربستان، به ابوظبی، دبی همه حمله میکنیم. یعنی دشمن تراشی اینطوری دیگه. اما جواب اینا رو ببینید، آقای توکلی از خود همین طبیله مجلس چی میده. احمد توکلی نماینده مجلس میگوید دولت به یک تاجر بدنام امتیاز ویژه داده، جمهوری اسلامی در مبارزه با فساد موفق نبوده و نمایندهی که از وزیر رشوه میخواهد تا نامه استیضاح وی را امضا نکند نمیتواند به نفع مردم تصمیم گیری کند. آقای توکلی من خودم به شخص همکارانم کار ندارم، 5 سال آزگاره، 6 سال آزگاره در این تلویزیون، همیشه گفتم اون طویله مجلس. میدونی چرا؟ برای این که اون کسانی که در اون طویله نشستن به تنها چیزی که فکر میکنن منافع مردمه. آقای توکلی میدونی چی میگه؟ میگه نماینده میره به وزیر میگه تو باید به من پول مول بدی، رشوه بدی
تا من ورقه استیضاح تو امضا نکنم. اینا نماینده مردم ایران هستن در اون قبیله، به اسم نماینده مردم. توکلی با بیان موفق نبودن جمهوری اسلامی در مبارزه با فساد گفته وجود فساد در حکومت‌هایی که دایره‌دار پاکی و دینداری هستند قویشتر از سایر حکومت هست. آقای توکلی، اشکال حکومت شما در احمدی نژاد و نمیدونم اینا، گفتم اینا نیست، در ولایت فقیه اون بابایی که اون بالا نشسته. چون وقتی 120 هزار نفر اون مردک رو میپان و تمام ثروت‌های مملکت در دست او و بیت رهبریه، هر دزدی تو مملکت به خودش اجازه میده دزدی کنه بعد بره زیر عبای اون آقا، مملکت همینه که الان میبینید. مردم میهن ما رو تبدیل کردن به یه عده آدمای بدبخت که برای یک شانه تخم مرغ، 10 کیلو برنج، 5 کیلو روغن صف‌های چند کیلومتری وایسن و برن کالا بگیرن، کالا از دولت. یعنی فقیربازی، تقویت بدبختی در مردم. به این فیلم توجه کنید، سبد کالاهای اساسی برای کم درآمدهای ایران. نگاه کنید به این فیلم. سرما و صف در روزهای جشن سالگرد انقلاب 57، خاطره صفهای طولانی خرید نفت امروز با صفهای سبد کالا تکرار شد. ما خیلی فکر کردیم. 2 ماه و نیم پیش در سالگرد 100 روزگی دولتش، حسن روحانی با لبخند از طرحی برای دادن کالای رایگان گفت. یک اقدامکی هم دولت امسال برای اقشار کم درآمد انجام خواهد داد. ما انشالله برای اقشار کم درآمد جامعه تا پایان سال 2 بسته کالایی رو انشالله به مردم تقدیم خواهیم کرد. امروز در این صفحه اما کمتر کسی لبخند به لب داشت. بعضی کارگرانی که کمی بیشتر از 500 هزار تومان حقوق میگیرند معترضند که چرا کالا به آنها تعلق نمیگیرد. بعضی از این معترضان در برابر یکی از ساختمانهای وزارت صنعت در میدان ولیعصر تهران جمع شدند. طبق طرح اگر سرپرست خانوار عضو یکی از این گروه ها باشد، بسته کالا را دریافت میکند. خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی، کارکنان دولت و نیروهای مسلح، کارگران و مستمری بگیران تأمین اجتماعی با حقوق کمتر از 500,000 تومان، خبرنگاران، طلاب و دانشجویان متأهل. شبکه‌ای که بر اساس کد ملی تعلق یا عدم تعلق کالا را اعلام می‌کرد، به خاطر مراجعه زیاد در ساعاتی از روز از کار افتاد. وقتی هم که سیستم کار می‌کرد، بعضی امکان استفاده از آن را نداشتند. بچه همون اسمس داده اون که هستش، الان هم گفت کارتت نمیخوره، رفتم بانک کارت هم سالم بود، ساعت 7 سالم بود. و بعضی هم با آنکه میدانستند آمدند تا شاید شانس یارشان باشد. دادن میگیریم ندادن، بالاخره ما کارمندای بازنشسته بالاخره یه کاری برامون میکنن دیگه. نمیشه حالا یه بار دیگه بسوشیم؟ اما این همه مراجعه برای چیست؟ بسته کالایی دولت شامل 10 کیلو برنج، 2 بسته پنیر، 2 بطری روغن مایع، 2 عدد مرغ منجمد و 1 شانه تخم مرغ است. ما شدیم چی؟ گدا شدیم، ملت شدن گدا. باید برن در خونه دولت رو بزنن یه چیزی بهشون بده. این اصلا زشته برای یه همچین مملکتی، زشته. شاید بعضی از دریافت کننده های کالا دست خود را به علامت پیروزی بالا ببرند، ولی دولتی که گفته بود برخلاف دولت محمود احمدی نژاد صدقه نخواهد داد، امروز پیروز این میدان نبود. خب همینان گرامی، من باور میکنید که بعضی وقتا احساس میکنم همه این صحبتهایی که ما راجع به این رژیم میکنیم تازه یک قطره در برابر اقیانوسه. از فساد، از اینکه ملت ما، ملت سرفراز ایران که در کل منطقه زمانی که همه کشورها در خواب بودن، خیزش های ملی در ایران بود. حالا ما کارمون به جای رسیده که برای یه سبد، دیدی چقدر حقیرانه،
باید ساعتها در صف وایسیم. اینا یا تونه هی میگفتن ملت مستضعف، همون کاری کردن، همون بلا رو سر ملت ما آوردن، همه رو مستضعف کردن، به جای اینکه همه رو بیارن وضعشون خوب بکنن همه رو بیچاره کردن. 50% زیر خط فقر. بعدم نگاه کنید یه سبد حقیرانه میدن. ساعتها دیدید که این آقای ایرانی چی گفت؟ آقای تهرانی گفت ننگه برای ما، و واقعا هم ننگه. نگاه کنید این سبد کالای اقشاری کم درآمده، نگاه کنید 16 تا تخم مرغ و 2 تا روغن و یه برنج 10 کیلویی و 2 تا پنیر با 2 تا مرغ یخ زده. این سبد کمک دولت به مردمه که در برابر 100 برابر قیمتا رو برده بالا در هر زمینه، در بعضی جاها 100 برابر. بعد ببینید چی گفته یکی از این روزخانها، محی الدین حائری شیرازی عضو مجلس خبرگان رهبری، گفته در اروپا کسی حق ندارد دین داشته باشد، غرب انسان شناسی ندارد و راه اندازی دانشگاه، گوش کنید، راه اندازی دانشگاه در ایران برای براندازی علم در جهان اسلام بوده. علم جهان اسلام چی بوده؟ اینا که چیه ما در ایران میبینیم؟ با پای چپ وارد خلا بشین؟ اگر به یه بز یا یه گوسفند یا یه خر تجاوز کردید 3 شهر اونورتر یا 10 اونورتر بفروشینش. اینا علم شیعیانیست که اینا رهبرانشن، اینا ادعاشو میکنن. من به شیعگری کاری ندارم، اینایی که ادعای رهبری شیعه رو میکنن و میگن دانشگاه برای جلوگیری از این علم بوده. یه برف سنگینی در شمال ایران باریده، در هر کشوری دیگه هم هست. تمام این مناطق از برق و وسایل سوختی و اینا محروم شدن. به این فیلم توجه کنید. آلودگی ها را از بین برد یا دست کم بران سرپوش گذاشت، اما بیشترین سختی ها را مردم گیلان و مازندران متحمل شدند، به ویژه روستاییان این دو استان. طبعا مشکل اصلی قطع آب و برق و گاز بود، اما مسئولان هم بیکار ننشستند. علاوه بر وزارتخانه‌هایی که باید پیگیر وضعیت باشند، نهادهای نظامی نیز وارد عمل شدند. ماشین‌آلات مورد نیاز شهرداری تهران کلی از اینکه تعدادی از ماشین‌آلات خود را برای کمک به شمالی‌ها و آن مناطق فرستاده خبر داد. وزیر کشور هم در شهر دادن وضعیت مردم گرفتار تصویری به غایت مثبت ترسیم کرد. ما تونستیم وسایل و امکانات تجهیزات بسیار خوبی را به منطقه عازم بکنیم. واقعا مشکل چندانی ما نداریم. مردم در حوزه برق وزارت نیرو خیلی خوب عمل کرده. خبرهای رسیده حاکی است که در مازندران برق به همه نقاط به استثنای تونکابون بازگشته. مردم تونکابون به ویژه به علت برف سنگین دچار مشکل شدند. آب نیز به همه نقاط مازندران به جز شهرهای شیرود و ناشتارود میرسد. گازرسانی هم به غیر از شهرهای آمل، ساری و جویبار در دیگر نقاط مازندران ادامه دارد. البته این آمار عموماً مربوط به شهرهاست. روستایی‌ها طبق معمول مثل همه جای دنیا تاوان دورافتادگی را می‌دهند و به سختی بتوان آمار درستی از اوضاع روستاها به دست داد. در گیلان هم آب و برق همچنان در 7 شهر این استان قطع است. محور رضوان شهر انزلی که جاده اصلی گیلان است همچنان زیر برف سنگین بسته شده، برفی که در بعضی جاها تا 3 متر از سطح زمین را پوشانده است. فعلا این وضعیت برای اهالی کفورچال و آب کنار بندر انزلی بیشتری مشکل ها را ایجاد کرده. این بارندگی ها دست کم تا 5 شنبه ادامه خواهد داشت، حتی در مناطق غربی و شرقی ایران. اما آنچه بیش از همه این شرایط بی سابقه آب و هوایی نشان می دهد، وضعیت نامطلوب گازرسانی در ایران است. در سالهای گذشته بالغ بر 10 میلیارد دلار در بهبود زیرساخت‌های گاز ایران سرمایه گذاری شده. با این حال بالا رفتن مصرف مردم در فصل سرما، مصرفی که در شرایط عادی هم بی‌روی است، گازرسانی را به مناطق شمالی کشور مثل بابل و آمل قطع کرد. قطع گاز حتی برخی مناطق غربی کشور مثل کرمانشاه و سردشت را نیز دچار مشکل کرد. سیاوش اردلان. خب همینان گرامی، در استودیو با دکتر مصطفی دانش، یکی از برجسته ترین ژورنالیست های ایران که من افتخار دارم دکتر دانش در برنامه‌ام شرکت میکنه، صحبت خواهیم کرد. از دوستانی که تا به حال تلفن کردن صمیمانه سپاسگزارم. در حقیقت تلفن اونها تاییدی بود بر برنامه من.
و همکارم دکتر دانش، چون میبینید که در برنامه‌های مختلف من و دکتر دانش در کنار هم دیگه، من به مسائل داخلی ایران میپردازم و دکتر دانش به مسائل خارجی. تو این فاصله اگر مایل هستید و خواهان این هستید که این برنامه همچنان ادامه پیدا کنه و این تلویزیون برقرار بمونه، لطف کنید تلفن کنید و همیاری خودتون رو با تلویزیون پارس انجام بدید. دکتر دانش، درود بر شما. سلام آقای فرجی. جواد ظریف وزیر امور خارجه دکتر دانش رفته در کنفرانس امنیتی مونیخ، در اونجا سخنرانی کرده و در این حال هم چند تا مصاحبه کرده با روزنامه‌نگاران آلمانی، ولی بعضی از این مصاحبه ها خیلی جالب بوده، یعنی صحبت هایی کرده که تا به حال ما کمتر شنیده بودیم از آقای ظریف در داخل. حداقل بعضی از اینا منعکس نشده در روزنامه‌های داخلی و سایت ها. میتونید یه مختصری راجع به این مصاحبه ها صحبت کنید؟ ببینید آقای فرجی، من همیشه معتقد بودم که مردم ایران نباید منتظر کشورهای خارجی باشن و امیدشون رو به کشورهای خارجی و تبلیغات خارج ببندن. و امروزا شاهدیم، به ویژه موقعی که آقای ظریف در کنفرانس امنیتی مونیخ پری روز صحبت میکنه، یعنی به عنوان ستاره این کنفرانس، یعنی همون کشورهایی مانند فرانسه و آمریکا و کشورهای دیگه که همیشه انتقاد شدیدی به جمهوری اسلامی میگردن در رابطه با شرایط اتمی ایران، کوچکترین سوالی از این شخص نمی کنن. موقعی که ایشون چنین مطرح میکنه که ما در واقع سیاست اتمی ما مخفی بود به خاطر اینکه غرب به ما اورانیوم غنی شده نمیداد، یک نفر از نمایندگان اروپا و آمریکا دخالت نمیکنه و نمیگه که شما 18-20 سال در واقع تمام صنعت اتمی شما مخفی بوده، شما خواهان ساختن بمب اتمی بودین، در تأسیسات شما طرح ساخت بمب اتمی چینی پیدا شد در سال 2005. اینا اسنادی است که وجود داره. اینا هم قذافی لو داد و مجاهدین. کاملا یک نفر بلند نمیشه اعتراض بکنه. و متاسفانه درست برعکس، موقعی که صحبت از حقوق بشر میشه و بعضی از خبرنگاران صحبت از این میکنن که در ایران اعدام ها ادامه پیدا میکنه، آقای رئیس وزیر امور خارجه سوئد به نمایندگی از طرف اتحادیه اروپا بلند میشه و میگه که در آمریکا هم اعدام میکنن. توجه بکنین، در واقع باید به این مطلب اشاره بکنیم، اون چیزی که ظریف در اونجا مطرح کرده و دیروز در تلویزیون آلمان مطرح میکنه، یعنی اون میگه بیاین به ایران و ثروت های ما رو ببرین، بیاین آزمایش بکنیم ما رو، ما درها رو براتون باز میکنیم و بیاین در واقع ببرین. و یک جمله ای رو میگه دوستان و بینندگان عزیز، بسیار آموزنده است، میگه ما در درون انقلاب کردیم، در سیاست خارجی و در بیرون انقلاب نگردیم، درها بازه و بیاییم. موقعی که ما در واقع این صحبت‌های آقای ظریف رو که دیروز در تلویزیون آرمان کردیم معنی بکنیم، ترجمه بکنیم به این ترتیبه که نیروها و نمایندگان شرکت‌های بزرگ خارجی از توتال گرفته تا رنو و دیگران میتونن به ایران بیان و در واقع ثروت‌های ایران رو ببرن، ولی به حقوق بشر و شرایط داخل ایران کاری نداشته باشن. این صحبتی است که میشه در واقع این معنی است که جملات آقای ظریف میشه ترجمه کرد. و متاسفانه باید بگیم که کشورهای خارجی دارن رقابت با هم میکنن، همکنون بیش از 100 نماینده شرکت‌های فرانسوی در ایرانن و چنین مطرح میکنن که بهترین فرصت برای فرانسه به وجود آمده که بازار ایران در دست بگیرن. همکنون رقابت بین آلمان و هلند شده، سفرهای بعدی آلمان و هلند خواهند بود، قبلا ایتالیا رفت و امروز و دیروز آقای وزیر امور خارجه سوئد به ایران رفته بعد از پشتیبانی که از ظریف کرده و میدونیم در آینده نزدیکی کشورهای دیگه خواهند رفت. و بازار ایران بازار عظیمی است، بازاری است که صدها میلیارد دلار فقط باید برای ترمیم چاهای نفتی و گاز در اونجا خرج بشه و اینو پول خارجی ها میارن. و موقعی که خارجی ها صدها میلیارد دلار بخوان سرمایه گذاری بکنن، میدونیم که صدها میلیارد دلار سود خواهند برد و در واقع رقابت
میکنن تا جایی که سفیر روسیه دیروز در تهران گفته که داره سر روسیه کلا میره، روسیه گمیشه در کنار جمهوری اسلامی بود و از جمهوری اسلامی دفاع میکرده، داره سرش کلا میره، باید رقابت بکنه و باید به بازار گاز و نفت ایران دست بیابه و چنین صحبتای رو دیروز سفیر روسیه در تهران کرده. دوستان چرا اینقدر بازار ایران برای اینا شیرینه؟ خب ببینین یک مطلبی که مهمه، بزرگترین ذخیره گازی در ایرانه با شرایط اینه بی پی تا... بله با تحقیقاتی که امروز شده در واقع ذخیره گازی ایران از سوریه هم بزرگتره، از روسیه هم بزرگتره. یک مطلبی که بسیار مهمه راه‌های عبور و راه‌های لوله‌های گاز، میدونیم که تا به حال از بحر خزر از طریق روسیه این راه ها بوده یا از طریق گرجستان میرفته و این راه ها در واقع ثباتی درش نیست و تمام غرب کوشش داره نزدیکترین راه با کمترین در واقع پولی که پرداخت میکنن بتونن این گازو خارج بکنن و نزدیکترین راه از طریق ترکیه است، ایران و ترکیه است و ترکیه هم اکنون در واقع در رأس کشورهای قرار داده که به ایران میرن و خواهان اینه که روابط و حجم تجاری ایران و ترکیه تا سال 2020 یعنی در حدود 4-5 سال آینده به 100 میلیارد دلار برسه. توجه بکنید در بهبوه و بهترین روابط آلمان با جمهوری اسلامی، روابط تجاری بین آلمان و جمهوری بیش از 4 میلیارد دلار نبوده، امروز ترکیه 30 میلیارد دلار روابط تجاری داره و میخواد به 100 میلیارد دلار برسونه و کشورها در واقع میخوان از این استفاده بکنن و بزرگترین منافعی که دارن همون گاز و نفته و خروج گاز و نفت. البته صنعت ایران صنعت بزرگ 77 میلیون جمعیت ایران داره، بازار بسیار عظیمی است، بازار اتومبیل و بازار مصرف نه داخل کشور، یعنی بازاری است که میتونه تمام منطقه رو بگیره. توجه بکنین آسیای میانه بازار جمهوری اسلامی است، آسیای میانه ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان بازاری است که بازار عظیمی است، افغانستان بازار دیگری است. موقعی که کشورهای خارجی و شرکت‌های خارجی در ایران بتونن بازار ایران در دست بگیرن، یک بازار 300 تا 400 500 میلیونی در اختیار دارن. بازار است که به مراتب مهمتر از عربستان سعودی با 20 میلیون جمعیته. درست عربستان سعودی سالانه در حدود 320 میلیارد دلار درآمد نفتی داره، ولی بازاری نداره که بخوان سود ببرن و بازاری فقط میتونن صنایع تسلیحاتیشون رو بیش بفروشن و عربستان سعودی در این مدت 6 7 سال گذشته تا به امروز 100 میلیارد دلار فقط تسلیحات خریده، ولی اون بازار عظیمو نمیتونه عرضه بکنه که ایران میتونه در منطقه عرضه بکنه و در حدود 500 600 میلیون جمعیت میتونن از این بازار استفاده بکنن و این به نفع شرکت های خارجی و شرکت های آمریکایی است که در واقع نفوذ بکنن و این بازار رو به دست بگیرن. بعد این تخریبی که در آمریکا صورت گرفته، همین چاهای نفت شما میگید، این چاهای نفت باید میلیاردها خرجش میشد تا گاز بهش تنقیه میشد و بهش به اصطلاح داده میشد تا بتونن دوباره بازیابیش بکنن دوباره ازش نفت. آژانس بین‌المللی انرژی میگه که کشورهای نفتی در حدود 25 تا 30 درصد درآمدشون رو دوباره سرمایه گذاری میکنن در ترمیم. ایران تا بال 3 درصد هم نکرده، یعنی در مدت 8 سال گذشته با درآمد 700 میلیارد دلاری از نفت فقط 20 تا 30 میلیارد دلار اینا در واقع سرمایه گذاری کردن، در حالی که باید 200 میلیارد سرمایه گذاری میشده. این سرمایه گذاری باید خارجی ها بکنن و سودش هم خارجی ها میبرن و آقای ظریف همونطوری گفت ما انقلاب در درون کردیم و به شما کاری نداریم، دستتون بازه، به حقوق بشر کاری نداشته باشین، هر کاری دلتون میخواد در ایران انجام بدین. بعدم دکتر دانش، این گزارش که بی پی داده، بریتیش پترولیوم، در مورد گاز ایران گفته که طبق محاسبات دقیق که انجام شده گاز ایران بیشتر از روسیه است که اولین کشوریه که میگن در جهان مقدار متنوعی گاز داره. بعد از طرفی گفتن بسیاری از مناطق ایران الان از طریق ماهواره‌ها میشه متوجه شد منابع عظیم نفت وجود داره که هنوز ایران به دلیل اینکه بودجه کافی نداشته، یعنی عمر خوردن دیگه پولا رو، نتونستن تو این زمین‌ها اقدام بکنن. اگر اینا بتونن شرکت‌های خارجی در استخراج نفت و گاز در به اصطلاح معادن جدید همکاری بکنن، من نمیدونم دیگه اصلا مسئله حقوق بشر و اینا چجوری کار. ببینین رژیم جمهوری اسلامی با شکست عظیم سیاسی و اقتصادی روبروست. رژیم جمهوری اسلامی در رابطه با توافق اتمی در واقع جام زر رو نوشیده و تمام امکانات در اختیار کشورهای خارجی قرار داده و سخنان آقای ظریف دیروز در تلویزیون آلمان و که میگه تمام توافقات با تایید و توافق خامنه‌ای انجام شده، تمام جزئیات مذاکرات
با اطلاع خامنه ای بوده و اینو در تلویزیون آلمان چندین بار تکرار میکنه، در ایران اصرار میکنه، برای اینکه غربیا میگن در ایران منابع تصمیم گیری متعدده. این میخواد بگه آقا تصمیم اصلی رو روزخان بزرگ، واقعیت هم همینه، روزخان بزرگ به اینا گفته برین و حل بکنین، یعنی در واقع کشور رو به غرب تحویل بدین، ثروت های این مملکت آوردی، در واقع فقری که گرفته این ثروت ها رو به غرب تحویل بدین، باعث سرمایه گذاری بشین و ازشون بخواین که در امور داخلی ایران، در امور حقوق بشر و اعدام هایی که ما میکنیم دخالت نکنن، ولی دستشون بازه که هر کاری رو بخوان در ایران انجام بدن. من تصورم اینه که آقای احمد شهید رو اندفعه انتخاب نمیکنن دیگه برای بازرس ویژه در امور حقوق بشر، چون میگن ما به اندازه کافی خودمون کسانی رو داریم که در اونجا مواظب حقوق بشر. اصلا صحبتی از حقوق بشر دیگه نیست. در تمام کنفرانس امنیتی مونیخ صحبتی نبوده، در تمام این برخوردها و مذاکرات آقای ظریف و حتی آقای روحانی در داووس یک کلمه از حقوق بشر صحبت نمیشه. آقای روحانی در داووس به شرکت‌های بزرگ نفتی مانند توتال و دیگران قول‌هایی میده که رئیس توتال میگه این قول‌ها و قراردادها سکسیست برای ما. این رئیس توتال فرانسه میگه. خب بنابراین از حقوق بشر دیگه مطرح نیست. و کشورهای خارجی، من همیشه به این معتقد بودم، هیچ کشور دلسوز منافع ایران نیست. نخیر و باید در واقع این دندون کشید و متوجه بود که خود مردم ایرانن که باید تصمیم بگیرن و سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن. هیچ کشور خارجی دلسوز در واقع منافع ایران و مردم ایران نیست. دانش همین آقای ظریف هم در کنفرانس امنیتی مونیخ هم سخنرانی کرده بود که شما قسمتاش رو بهش اشاره کردید. بعد بیشتر این صحبت ها و دعوت اینا به این که آقا بیاین به ایران و سفره پهنه و خان گسترده بیان ازش استفاده کنید، سبب شد که این شرکت های ببینید 300 نفر اومدن از فرانسه بیا منتها به نمایندگی از 100 کشور کاملا. بعدم در اونجا گزارش ها هست، آقای فابیوس وزیر خارجه فرانسه به اینا گفته که خیلی با احتیاط برین، یعنی شلوغش نکنین. این است گفته شلوغ نکنید، برید هر کاری میخواین بکنید اما زیاد انعکاس ندید. ولی آقای فرجی، وزیر بازرگانی فرانسه میگه که بهترین فرصت ها در اختیار ماست. باید به این مطلب توجه بکنیم که فابیوس کسی بود که مواضع اسرائیل رو اتخاذ کرده بود وزیر امور خارجه فرانسه، ولی یک بار فابیوس در کنار